ممنونم. میبخشید خانم مهندس، الان خواهش میکنم. پس الان صفحه منو میبینید؟ بله الان صفحه رو میبینیم و صفحه اولتون در واقع که الان رد شد اومدی بله صفحه دیگه. این کنم. بله، خب من قبل از اینکه بحث environmental compliance رو شروع بکنم، دوست دارم که یه مقدار روی پروژه های infrastructure یا همون پروژه های زیربنایی توی کانادا صحبت بکنم. توی چند سال گذشته خب یه روند خیلی خیلی سریعی و توی development تو کل کانادا داشتیم و اونتاریو که پیشتاز هست توی این صنعت و پروژه های خیلی خیلی زیادی توی کل کانادا اجرا شده. کلا پروژه های اینفراستراکچر پروژه هایی هستن که روی ساخت و ساز از دیزاین و ساخت و ساز پروژه های خیلی بزرگ و سیستم های حمل و نقل کار میکنن و میتونن توسط بخش دولتی اجرا بشن، دیزاین و اجرا بشن یا بخش خصوصی، یا اینکه به صورت یه پارتنرشیپ توسط دوتاشون باشه، یعنی که ما در موردش صحبت میکنیم تو اسلایدهای بعدی که پابلیک پرایوت پارتنرشیپ ها چطور هستن. اگر بخوایم یه سری مثال بزنیم رو پروژه های اینفراستراکچر، البته خود شماها استاد هستید و اینا رو میدونین، فقط من اینجا دوباره دارم یادآوری میکنم پروژه های هایوی، استریت ها، رود ها، پل ها، پروژه های ریل و ترانزیت، ایرپورت ها و چند تا نمونه دیگه که من اینجا ذکر کردم، اینا فقط نمونه هایی از پروژه های اینفراستراکچر هستن یا زیربنایی هستن که ما توی کانادا، تو کل کانادا داریم هر روزه اینا رو میبینیم، پروژه هایی که شروع میشن و پروژه هایی که راه اندازی میشن و وارد سیستم میشن. من توی این اسلاید برای شما 10 تا پروژه برتر اینفراستراکچر تو کل کانادا رو لیست کردم که نکته جالبش اینه که اگر دقت کنین میبینین که توی این لیستی که ما اینجا داریم 10 تا تاپ 10 پروژه‌ای که داریم، حدوداً فکر میکنم 7 تاشون برای اونتاریو باشن و این نشون میده سرعت دیولپمنت و سرمایه گذاری روی پروژه های بلند مدت اینفراستراکچر روی اونتاریو به چه صورتی است. من روی 3 تا از این پروژه ها کار کردم و کار میکنم، گو اکسپنشن، آن کریدر پراجکتس رو در حال حاضر روش کار میکنم، ای سی ال آر تی رو روش کار میکنم و هیور اونتاریو ال آر تی پراجکت هم باز پروژه مترولینکس هست که تیم ما روش کار میکنه. یه بحثی که من اول اسلایدا توضیح دادم در مورد این که پروژه ها اینجا توی 3 تا کاتگوری مختلفی تعریف میشن که یا پروژه ها کاملا دولتی هستن یا کاملا به توسط بخش خصوصی پلان میشن، دیزاین میشن و ساخته میشن، یا اینکه یه چیزی که الان یه ترندی که داریم توی مارکت پروژه های پیتری یا پابلیک پرایوت پارتنرشیپ هستند که خیلی الان داره ازشون استقبال میشه و پروژه ها خیلی بیشتر از قبل دارن میرن توی این سیستم و کل پروسه دیزاینشون و اجراشون از این طریق دنبال میشه و به این صورت هست که مثلا مترولینکس به عنوان یک governmental organization، provincial organization میاد و یه پروژه رو مثل گو اکسپنشن یا مثلا به عنوان مثال کوکسفیل گو استیشن پراجکت میاد اینو به صورت پیتری میبره جلو، یعنی اینکه مترولینکس میاد و کانسلتنت خودش رو که بخش پرایوت هست استخدام میکنه که پروژه رو براش مثلا تا بستگی داره که شکل قرارداد پروژه چجوری باشه، یا پروژه دیزاین بیلده یا پروژه دیزاین بید بیلده. اگر پروژه دیزاین بیلد باشه مترولینکس این پروژه رو تا سقف
30% دیزاین میبره جلو بعد میذاره تو مارکت، اون وقت کانترکتور ها میان روش مثلا پروپوزالاشون رو میدن و پروژه رو بعد میبرن و بعد از اینکه پروژه رو برنده شدن بقیه دیزاین رو اونا انجام میدن و بخش کانستراکشنش هم با خودشون هست. یا اینکه مثلا دیزاین بید بیلد هست که پروژه رو خود مترولینکس به عنوان گورنمنتال اورگانایزیشن میاد تا 100% دیزاین هم تکمیل میکنه بعد میذاره تو مارکت و کانترکتر فقط اینو میسازه. یعنی کانترکتر دیگه مجبور نیست که برای کانسلتنت بگیره که براش دیزاین بکنه. به هر حال این یه الگویی هست که خیلی داره استفاده میشه و هر روز بیشتر از دیروز ما داریم میبینیم که تو مارکت این پروژه های پیتری دارن دنبال میشن. یه نقشه من اینجا براتون گذاشتم که نشون میده که این چجوریه پراکنش این پروژه های پیتری تو کل کانادا چطوره. و باز نکته جالبش اینه که شما توی اونتاریو اصلا تعداد پروژه های پیتری که دارین با بقیه جاها اصلا قابل مقایسه نیست. تعداد 151 پروژه پیتری الان داره توی اونتاریو، یا اینکه توی مارکت رفته یا در حال اجراست، و یا اینکه مثلا نزدیک به تموم شدن و مینتیننس. ولی خب به هر حال این ترند سالهای آینده رو داره برای ما توی کل کانادا نشون میده. خیلی اقبال به سمت این پارتنرشیپ های پابلیک پرایوت زیاد شده. یه چند تا از پروژه های پیتری که توی کانادا اجرا شده من مثالاشو اینجا گذاشتم. مثلا همین پروژه هایوی 407 مدل این پروژه پیتری بوده، یعنی یه پارتنرشیپی بین بخش گورنمنت و پرایوت سکشن داشتیم. همینطور برای رویال اتاوا هاسپیتال و کانفدریشن بریج که بین نیو برانزویک و پرنس ادوارد یه حالت کانکشن ایجاد میکنه. حالا شاید سوال اصلی این باشه که خب environmental compliance کجای این داستان قرار میگیره. environmental compliance ماهیت وجودیش برای یک پروژه به این صورت هست که با از طریق environmental compliance ما مطمئن میشیم که پرفورمنس پروژمون، حالا هر پروژه‌ای که هست، داره بر اساس applicable environmental law regulation ها و همچنین environmental management plan و کاندیشن هایی که توی پرمیت ها و approval های ما هستش پروژه داره اجرا میشه. یعنی پروسه ای که ما توش make sure میکنیم این پروژه ما داره بر اساس اون آیتم هایی که من گفتم پیش میره. حالا من به صورت دیتیل تر تو اسلایدهای بعدی توضیح میدم. اما چرا اصلا الان این رویکرد به سمت environmental compliance به وجود اومده؟ چرا کمپانیا دارن میرن به این سمت، یا اصلا provincial agencies چرا دارن میرن به این سمت که environmental compliance رو حتما براش یه بخشی در نظر بگیرن تو پروژه هاشون؟ یکی واضح ترین دلیلش اینه که it's the law. این یک چیز قانونی هست که شما باید انجام بدین تا پروژه‌تون بتونه سرتیفاید بشه و اپرووالش رو برای تموم شدن پروژه و به اجرا گذاشتنش دریافت بکنه. و الان تمام مینیستری ها، ایجنسی، ریگولاتوری ایجنسیز، اونایی که این پروژه ها رو دارن اپروف میکنن، اینو از شما میخوان که انجام بدین. و اگر این کار رو نکنین نتیجهش معلومه، ممکنه شما جریمه بشین. یه نکته کوچیکش، مثلا یه مثال کوچیکش اینه که یک شرکت کانترکتور، یکی از کانترکتور خیلی بزرگ، برای اینکه مثلا توی بخشی از کارش یه سری خاکای آلوده رو بعد از اکسکویشن و بعد از گودبرداری و اینا، این خاکای آلوده رو برده بوده و ریخته بوده توی یه دونه مزرعه.
این شرکت 600 هزار دلار فقط برای این یه اکشن کوچیک جریمه میشه. خب به هر حال این یکی از تبعات اینه که این به هر حال بر اساس قانون وقتی که contaminated soil دارین این یه جور waste محسوب میشه، شما نمیتونید برید دپوش بکنین توی یه دونه فارم. به خاطر همین خب به هر حال این نتیجهش معلومه. دومین چیزی که داره و باعث میشه که برن به این سمت که environmental compliance رو بهش توجه بکنن، بحث همون اخلاقیش هست و یه social responsibility که ما داریم و همینطور responsibility که در رابطه با environment داریم، در رابطه با ایمنی انسان داریم، چون مخصوصا وقتی وارد بحث contamination ها میشیم این فقط انوایرمنت نیست که تحت تاثیر قرار میگیره، توی بخشایی حتی انسان ها هم در خطر قرار میگیرن، اگر آب آلوده باشه، اگر در معرض هوای آلوده قرار بگیرن، به هر حال همه اینا در این مسئولیت اجتماعی و اخلاقی را هم کمپانی ها برای خودشون باید قائل باشن. یه موضوع دیگه ای که اینو خیلی مهم میکنه بحث اینه که اینا به هر حال پارتنرای اصلی مارکت میخوان که برای خودشون یه رپیوتیشنی درست بکنن. الان بحث انوایرمنتال فرندلی بودن شرکت ها خب یه چیزیه که نمیشه این کارش کرد، اصلا کاستومرز و اون جامعه‌ای که دارن خدمات رو میگیرن نمیپذیرن که جایی که دارن ازش خدمات رو میگیرن، پروژه ازش میگیرن، به انوایرمنت بی تفاوت باشه، به مسئله محیط زیست بی تفاوت باشه. و مسئله آخر اینه که به هر حال شما توی مارکت وقتی دارین کار میکنین، چه یه شرکت کوچیک باشین چه یه شرکت چند هزار نفره بزرگ باشین، باید کلاینتتون رو راضی نگه دارین و اطمینان بهش بدین که شما دارین کارتون رو درست انجام میدین و بحث environmental compliance و management یه فاکتور خیلی مهمی برای کلاینت ها هم هست. حالا من همونجور که توضیح دادم قبلش در رابطه با environmental compliance، ما توی بحث environmental compliance فاکتورهای مختلفی داریم. من سه تا اصلی هاشو اینجا لیست کردم. توی این پروسه چند تا چیز چک میشه و باید مطمئن بشیم که انجام میشه. یکی این که پروژمون، هر پروژه‌ای که هست، داره بر اساس applicable laws and regulations ساخته میشه، یا اون محصولی که داریم بر اساس اون applicable law and regulation ها داره تولید میشه. به هر حال این بحث مهمی است، شما باید نیازهای قانونی رو بشناسین و ریکوایرمنت های قانونی رو بشناسین و بر اساس اون کارتون رو پیش ببرین. دوم این که میاد چک میکنه که ببینه مثلا یه پروژه کانستراکشن، حالا بگیم یه برای یه خط راهن، بر اساس اون ریکوایرمنت هایی که توی environmental management system و environmental management plan که حالا من توضیح میدم اینا هر کدوم چی هستن، داره بر اساس اون requirement ها ساخته میشه، یا اینکه تو مرحله maintenance و نگهداریش داره بر اساس اونا اون نگهداریش انجام میشه. و مسئله سومی که تو بحث environmental compliance ما چک میکنیم اون مطابقت با شرایطیه که ما توی پرمیت ها و اون پرمیت هایی که گرفتیم، اون اپرووال هایی که از ایجنسی های مختلف گرفتیم، باید مطمئن بشیم که داریم کار رو بر اساس شرایط اونا پیش میبریم. چون مثلا ما پرمیت تو تیک واتر، مثلا وقتی که داریم یه گودبرداری انجام میدیم، ممکنه که به آب برسیم و مجبور باشیم آب رو پمپ بکنیم بیرون. یه پرمیت تو تیک واتر ما باید از مینیستری آف انوایرمنت بگیریم. وقتی ما این پرمیت رو میگیریم یه سری کاندیشنی داره که حالا اگر شما دارین این کار رو میکنین باید اینطوری باشه، این مثلا این تعداد دفعات شما باید مانیتورینگ داشته باشین که میک شور بکنین مثلا کیفیت آب چطوره، دیسپوزالش چجوریه، چجوری این آب پمپ شده رو شما چجوری دیسپوز میکنین، چجوری دیسچارجش میکنین. اینا همه رو ما توی این بحث انوایرمنتال کامپلاینس میایم و چک میکنیم. و موضوع اولی که من توی اسلاید قبلی توضیح دادم بحث رگولیشن ها بود.
وقتی که ما به عنوان environmental compliance specialist داریم کار میکنیم، اون نالجی که از قانون و مقررات محیط زیستی کشور کانادا داریم و اون استانی که داریم توش کار میکنیم و اون میونیسیپالیتی که داریم توش کار میکنیم خیلی کلیدی هست و خیلی مسئله مهمیه. ما باید مطمئن بشیم که پروژه هم تو مرحله دیزاین، هم تو مرحله کانستراکشن، هم تو مرحله مینتیننس داره بر اساس اون قوانین جلو میره و اینا رو ما باید بتونیم اینو نشون بدیم که این پروژه آیا داره بر اساس اون پیش میره یا اینکه داره تخلف میکنه از اون موضوع. خیلی خیلی مسئله حیاتی است. من چند تا از لجیسلیشن های کلیدی که داریم، خیلی خیلی لیست طولانی هست ولی من چند تا از مهمتریناش رو اینجا تو این اسلاید گذاشتم براتون که فقط به عنوان نمونه ببینید چیزایی که ما باهاشون کار میکنیم و باید کار رو بر اساس اینا چک بکنیم و پروژه رو وقتی میریم سر سایت، وقتی که ریپورت ها رو میخونیم، وقتی که توی جلسات میریم با یه کانترکتور شرکت میکنیم، باید مطمئن بشیم که همه چیز داره بر اساس این قوانین پیش میره. یکی از چیزهایی که من بهش اشاره کردم و گفتم که توی environmental compliance ما باید پرفورمنس پروژه رو بر اساس اون چک بکنیم، بحث environmental management system هست. Environmental management system در اصل از منشأش از یه استانداردی است، ISO 14001، که the most updated version of this ISO is 2015. در سال 2015 این استاندارد آپدیت شد و این استانداردی که مستقیما میاد و بحث‌های انوایرمنت رو بهش میپردازه و یه سیستم برای مدیریت محیط زیست، برای پروژه‌ها، برای کارخونه‌هایی که محصولات تولید می‌کنن، میاد یه سیستم برای اینا تعریف می‌کنه، یه چارچوب برای اینا تعریف می‌کنه که این توی این چارچوب ما می‌تونیم جنبه‌های مختلف فعالیت اون پروژه، اون کارخونه‌ای که داره کار می‌کنه، ریسکی که اون پروژه داره یا اون کارخونه داره که مرتبط با فعالیتش هست، روش‌هایی که توی ما می‌تونیم پرفورمنس اون پروژه رو باهاش ریویو بکنیم، مانیتور بکنیم، یافته‌هامون رو، اون دست چیزایی که یافته هامون رو بیاییم توش داکیومنت بکنیم، چطوری کامیونیکیت میکنیم اینترنالی اکسترنالی با استیکهولدرهای مختلف، با کسایی که توی با سازمان های مختلفی که توی پروژه درگیرن، چطور کامیونیکیت میکنیم، چطور داکیومنت هامون رو نگهداری میکنیم. همه اینا به دیتیل توی ISO 14001 اومده و برای هر کدوم از بخش های پلانینگ، برای بخش construction، برای ریویو پرفورمنس و برای واکنش نشون دادن به یافته های مانیتورینگ ما برنامه میاد تعریف میکنه این سیستم. یه سیستم خیلی خیلی جالبی هست که من مستقیما توی این چند سال گذشته باهاش کار کردم، هم توی زمینه دیولوب کردن انوارمنتال منیجمنت سیستم برای پروژه های مختلف. یه سیستم خیلی خیلی گسترده‌ای هست. توی اگر بخوایم که اون آیتم های اصلی که ما تو سیستم داریم، من میخوام لیستشون بکنم، اصلی هاشو من گذاشتم توی این اسلاید برای شما. یک اولین قدمی که ما وقتی که سیستم برای مدیریت محیط زیست تعریف میکنیم، اولین قدم اینه که بدونیم چه اکتیویتی های تو پروژه داریم. مثلا میخوایم دمالیشن بکنیم، مثلا میخوایم که نمیدونم تخریب بکنیم، میخوایم بعد از اینکه تخریب کردیم فاوندیشن بذاریم، نمیدونم آیتم های مختلفی که توی یه پروژه میخوایم انجام بدیم لیست میکنیم و بعد میایم و میگیم که خب حالا اگر ما مثلا میگم که یه تخریب یه بخش بتونی داریم، حالا ممکنه که این آلودگی محیط زیست بده، آلودگی هوا بده، سیلیکا
ذرات سیلیکا بره وارد هوا بکنه که برای تنفس خیلی مضر هست و خیلی آسیب میزنه. خب این یه دونه نگاتیو افکت این یه دونه اکتیویتی هست. خب ما میایم این اسپکت ها رو توی یه پروسه خیلی پیچیده هم داره میان اسپکت ها رو دونه دونه برای هر فعالیتی در میارن. بخش دومی که ما توی یه منیجمنت سیستم تعریف میکنیم اینه که میاد و میگه که خب حالا این دستورالعمل کامپلاینس با مثلا رگولیشن های مختلفه. برای این پروژه خاص مثلا شما 5 تا رگولیشن فدرال بهتون اپلای میکنه، 5 تا پروینشال دارین، 2 تا میونیسیپال داره. اینا هر کدومش میاد مشخص میکنه که ما با اینا چطوری باید کار رو پیش ببریم. و بعدش هم میاد اون مثلا دیتیل یه مین گول تعریف میکنه، بعدش هم به صورت دیتیل میاد یه سری هدفهای کوچیکتر رو برای این کل سیستم تعریف میکنه که آخرین روز این پروژه ما میخوایم کجا باشیم. این پروژه مثلا سرتیفیکیت لیدش رو بگیره، مثلا سرتیفیکیت های مختلف دیگه ای که لازم داره رو بگیره، آدیتش رو پس بکنه. به هر حال یه سری گولا برای خودش میذاره. بعد از این قدم بعدی که داره اینه که میاد برای هر کدوم از اون انوایرمنتال اسپکت هایی که اول کاری تعریف کرده میاد یه منیجمنت پلان تعریف میکنه. میگه خب مثلا شما اگر دارین دمالیشن میکنین که بعدش هم آلودگی هوا رو ایجاد میکنه، برنامه مدیریتیتون به چه صورته. و بعد میاد میگه خب حالا برای این کارهای مدیریتی چه تیمی شما باید داشته باشین، تیم مدیریتیتون به چه صورتی باشه، شما دیرکتور میخواین، انوایرمنتال منیجر میخواین، انوایرمنتال اینسپکتور. اینطوری رول ها رو تعریف میکنه این انوایرمنتال منیجمنت سیستم. بعد میاد یه چارچوب برای آموزش تعریف میکنه. ما به عنوان یکی از بخش های همین EMS همون باید بدونیم خب چطوری ما میخواییم که پرسنلمون آموزش بتون به چطوری میخواییم پراجکت منیجمنت تیممون آموزش بدیم. تو لیول های مختلف ما باید این آموزش رو ایجاد بکنیم که اونا بدونن که باید چطوری بر اساس این مقررات و این برنامه هایی که ما داریم براشون تعریف میکنیم چطور کار رو پیش ببرن. و بعد میان میگه که خب حالا بخش بعدی داکیومنت کنترل شما، داکیومنت هایی که دارین چجوری نگهداری میشه، تو چه سیستمی نگهداری میشه. بعد بحث حالت ادمینستراتیو هست در رابطه با موقعیت های خطرناکی که ممکنه پیش بیاد، امرجنسی سیچویشن ها میاد یه چارچوبی رو تعریف میکنه. اگر یه اسپیلی داشتیم، اگر یه آب آلودهی به رودخونه تخلیه شد باید چی کار کنیم، اگر مثلا یه دود از جنراتورامون به هر حال گازوئیل ریخ رو زمین و وارد کچ بیسین شد ما برنامه‌مون چیه. همه اینا رو میاد تعریف میکنه. و بعد بحث ریپورتینگ رو داره، میگه خب حالا شما برای این پروژه مثلا شما ماهیانه این ریپورت رو دارین، سالیانه این ریپورت رو دارین، سمی انیوال این ریپورت رو دارین. همه اینا تعریف میشه. بعد در نهایت بحثی که میکنه این که پروژه باید حتما آدیت بشه تا ببینیم که ما مثلا معمولا پروژه ها به این صورتن که انیوال آدیت میخوان، یعنی سالیانه. بعد اونم یه آدیتور مستقل از بیرون از ارگانیزیشن میاد و پروژه رو آدیت میکنه در مقابل این همین environmental requirement ها تا مشخص بشه که آیا تخلفی بوده و برنامه های اصلاحی باید چطور باشه. یه بحثی که من در موردش صحبت کردم و روی environmental management system ها همیشه ما براش یه چارچوب تعریف میکنیم، یه چیز خیلی دیتیل تری هست به اسم، یعنی به عنوان اوتپوت انوایرمنتال منیجمنت سیستم ما یه انوایرمنتال منیجمنت پلان داریم. و این انوایرمنتال منیجمنت پلان میاد کل پروسه مدیریت محیط زیست رو در رابطه با یه پروژه تعریف میکنه. این انوایرمنتال منیجمنت یه بحث خیلی جالبی است. توی این پروژه های زیربنایی ما توی همه بخش های این انوایرمنتال منیجمنت رو میتونیم اعمال بکنیم
و نتایجش رو ببینیم و خیلی به موفق شدن پروژه ما کمک میکنه. از پلنینگ یه پروژه گرفته تا پست کانستراکشن که مرحله مینتیننس و نگهداری پروژه هست که وقتی یک پروژه تکمیل میشه و میره برای مرحله‌ای که دیگه وارد فاز بهره برداری میشه. توی همه اینا انوایرمنتال، من الان توضیح میدم تو دونه دونه اینا چطور انوایرمنتال منیجمنت چطور میتونه خودشو تعریف کنه. وقتی ما بحث پلنینگ رو میگیم، وقتی که اصلا ما میخوایم تازه پروژه‌مون رو تعریف کنیم، در اون مرحله ما یه وقتی که داریم پروژه‌مون رو تعریف میکنیم، قبل از اینکه اصلا این پروژه بیاد و به عنوان هسته اولیش تایید بشه، ما یه بحثی رو داریم که به عنوان environmental assessment که باید برای پروژه‌مون انجام بدیم و اپرووالای لازمش رو بگیریم و در نهایت بتونیم پروژه رو اپروو کنیم و وارد بحث دیزاینش بشیم. environmental assessment خودش یه پروسه‌ای هست، یه جور یه پروسه مطالعاتی هست که میاد و بحثای و میاد همه جنبه‌های پروژه رو بررسی می‌کنه. اینجا بهش میگن توی ایران ما بهش میگفتیم EIA، ولی توی کانادا EIA یه بحث جدایی هست. Environmental Impact Assessment ما توی ایران میگفتیم. حالا اینجا تو کانادا بیشتر به عنوان EA میشناسنش و Environmental Impact Assessment یه چیز جداگونه هست. ولی چیزی که ما تو ایران انجام میدادیم برای پروژه‌های زیربنایی انجام شده، اینجا به عنوان EA میشناسن. یه سیستم مطالعاتی هست که میاد و تمام جنبه‌های مثبت و منفی پروژه رو بررسی می‌کنه. یک از نظر لوکیشنش، اگر این پروژه تو این میاد مثلا به عنوان مثال در مورد لوکیشن یه سد میگه که، یا مثلا یه نیروگاه، میگه که خب اگر این پروژه میاد، بحثای خیلی جالبی هم داره، میاد میگه که خب اگر این نیروگاه اینجا زده بشه چه اثرات مثبتی داره، هم روی محیط زیست طبیعی، هم روی جامعه‌ای که اونجا ازش استفاده خواهند کرد، بازار کاری که ایجاد میکنه، رفاه اجتماعی که ایجاد میکنه، همه اینا رو میاد اوالویت میکنه و در نهایت میره توی سیستمای اوالویشن کاست بنفیت و با توجه به آیتم‌های یه مختلفی که داره و پارامترهای مختلفی که بهشون میاد ارزش گذاری میکنه، تصمیم میگیره که پیشنهاد میده که این پروژه باید اجرا بشه یا اجرا نشه. یعنی اون کفه بخش نگاتیوش بالاتره یا کفه بخش مثبتش بالاتره. و کل بحث environmental assessment جان کلامش اینه. حالا دیتیل خیلی داره، اونو میشه روی بحث کاملا جداگانه روش صحبت کرد، ولی خب به هر حال این چیزی که مربوط به بحث ما میشه در همین حدش کافیه. حالا environmental management کجا میاد؟ اگر یه تو مرحله environmental assessment بیاد و بگه آقا این پروژه باید اجرا بشه، نفعش بیشتر از ضررشه، اما این اجرا بشه همیشه یه اما داره، به این شرط، خب هیچ پروژه‌ای نیست که هیچ اثر منفی نداشته باشه، فقط اثرات منفیش نسبت به مثبتاش کمتره. برای اینکه این پروژه اجرا بشه میاد یه تعهدی میده توی پروژه. اون مثلا شما بگین که مترولینکس میخواد یه ریلو یه جایی بزنه یا یه ایستگاه قطار رو یه جایی بزنه، اگر پروژهش بره تو بحث انوایرمنت، چون همه پروژه‌ها لازم نیست انوایرمنتال اسسمنت داشته باشن، یه سری پارامترهای خاصی داره که اگر اون پارامترها باشن این پروژه مثلا انوایرمنتال اسسمنت لازم داره، ما میگیم که خب اگه این میاد بحث انوایرمنتال اسسمنت رو انجام میده و خودش هم معمولا انجام نمیده، کانسلتنت هایی هستن که شرکت های کانسلتینگی هستن که این ای رو براش انجام میدن و در نهایت میگن آقا پروژه میتونه انجام بشه ولی این اثرات منفیش باید مدیریت بشه. اینجا اونجایی که انوایرمنتال منیجمنت میاد وسط. انوایرمنتال منیجمنت میاد برنامه مدیریت اون اثرات منفی رو میده. میگه که خب شما اگر این نیروگاه رو اینجا بزنین قطعا آلودگی آب دارید. خب برای اینکه آلودگی آب کنترل بشه، از بین که نمیره، آلودگی آب قطعا ایجاد بشه ولی به این مینیمم بشه، شما باید این کارو بکنین. برای آلودگی هوا این کارو باید بکنین. همه اینا
این برنامه توی بحث انوایرمنتال منیجمنت میاد برای همه اینا برنامه تعریف میکنه. این اونجاییه که من به شما گفتم تو پلانینگ انوایرمنتال منیجمنت خودش رو نشون میده. معمولا یه اوتپوت یه انوایرمنتال اسسمنت استادی یه ریپورتی هست که میره مینستری و بررسی میشه. مینستری آف انوایرمنت میره بررسی میشه و اگر بر اساس اصول خودش، چون ما یه انوایرمنتال اسسمنت اکت داریم، اگر بر اساس اون تهیه شده باشه و توجیهاتش درست و منطقی به نظر برسه، غلو نکرده باشه در مورد اثرات منفی مثبت و کوچیک انگاری نکرده باشه در مورد اثرات منفی، اپرووالش رو نهایت از وزیر محیط زیست میگیره. و اون انوایرمنتال اسسمنت ریپورتی که در نهایت از این سیستم مطالعاتی میاد بیرون چند تا بخش عمده داره. بخش اولش معمولا که ما توی ایران گزارش ارزیابی، من نمیدونم کسایی که توی ایران تو بحث محیط زیست کار کردن شاید دیده باشن، من خودم 8 سال تو سازمان محیط زیست این پروژه رو ریویو میکردیم و اپرووالاش رو میدادیم. اینجا هم که خیلی جالبه که من اومدم توی کانادا هم متوجه شدم که ساختار کلی این ریپورت ها شبیه به همه، به خاطر اینکه ایران خودش که چیزی از خودش نداشته، که بر اساس الگوی کانادا و استرالیا اومده اون سیستم انوایرمنتال اسسمنت تو ایران رو اندازی کرد. اولین بخشی که داره معمولا پروژه دیسکریپشنه که میاد لوکیشن رو میذاره، پروژه کجا هست، اگزیستینگ سیچویشنش چطوری، الان جامعه که الان اونجا وضعیت محیط زیستش چطوره، وضعیت جامعه اجتماعی که تحت تاثیر پروژه قرار میگیره چطوره. بعد میاد همونجوری که گفتم انوایرمنتال اثرات محیط زیستیش و اثرات اجتماعیش رو میسنجه و در نهایت میاد یه میتیگیشن پلان میده که همون انوایرمنتال منیجمنتی است که من به شما گفتم. میاد تو این بحث میاد میگه که خب ما اثرات منفی داریم اما این میتیگیشن میجر رو ما داریم پروپوز میکنیم که بیاد و این اثرات منفی رو کاهش بده و در نهایت میگه خب حالا این برنامه محیط زیستی ماست ولی از کجا بفهمیم که واقعا داره این کارا انجام میشه. برای اینکه ما مطمئن بشیم که اون کسی که اون کانترکتوری که داره پروژه اجرا داره کانستراکشنش رو پیش میبره یا اینکه بعدش داره اجرا میکنه داره دقیقا اون برنامه های مدیریتی رو از همون جوری که خواسته شده انجام میده، بعد یه برنامه مانیتورینگ بذاریم که چکشون بکنیم ببینیم که توی هر فاز اینا چطور دارن کار میکنن. یه سری از پروژه هایی که توی کانادا environmental assessment میخوان رو من اینجا لیست کردم. البته همشون نیستن، اینا یه سری نمونه هاش نیروگاه ها هستن، اون پروژه هایی که مثلا خطوط انتقال گاز، کارخونه های تولید شیمیایی هست، تولید فلزات هستن، معدن هست، یه سری پروژه های مربوط به انرژی هست و پروژه های واتر منیجمنت، سدها، پروژه های انتقال آب، بعضی هاشون من میدونم که ارزیابی میخوان، پروژه هایی که خیلی نزدیک وتلند ها و بخش های حساس محیط زیستی باشن اونا EA لازم دارن و یه سری دیگه که من اینجا لیست کردم، حالا همش رو ذکر نمی کنم توی این پاور توی این سلاید هست. فقط برای اینکه باز دوباره مرور بکنیم compliance و mitigation measures و environmental assessment اینا همشون با هم ارتباط تنگاتنگ دارن. وقتی که بحث مانیتورینگ و چک کردن اون عمل کرد کانترکتور و اون طرف های اون پارتنرهای درگیر در یه پروژه پیش میاد، ما از طریق environmental compliance میتونیم اون مانیتورینگ رو انجام بدیم و مطمئن بشیم که mitigation measure ها همون جوری که توی گزارش ارزیابی یا EA ذکر شده داره انجام میشه. حالا بحث بعدی من میخوام نقش environmental management توی دیزاین چی هست. وقتی که ما تو مرحله دیزاین هستیم، تیمای ما که مثلا من خودم تخصصم انوایرمنتال منیجمنت هست، ماها معمولا توی تمام جلسات دیزاین
با دیزاین شرکت هایی که دیزاینر هستن و همینطور با کانترکتور ها. اینا معمولا دیزاینر ها کانترکتور ها هایرشون میکنن تا پروژه رو دیزاین بکنن بر اساس اون ریکوایرمنت های کلاینت که مثلا مترولینکس باشه، هایروان باشه، امبریج باشه، حالا از هر کدوم از اینا. ما توی جلسات مختلف عنوان انوایرمنتال منیجمنت تیم توی جلسات مختلف دیزاین شرکت میکنیم و هر جا که به نظرمون بیاد که دیزاین داره یه راهی رو میره که ممکنه که از نظر محیط زیستی بعداً براش مشکلی پیش بیاد، یا یه پرمیتی رو میخواد که خیلی پرمیت ریسکی هست، ما بهشون یعنی یادآوری میکنیم. تو مرحله‌های مختلف با دیزاینرها ما ارتباط تنگاتنگی داریم. توی هر مرحله که دیزاین انجام میشه ما دیزاین بریفینگ‌ها رو ریویو میکنیم. اگر مثلا دارن یه پروژه انجام میدن که بحث فرسایش شدید ممکنه ایجاد بکنه، مشکلات رسوب ممکنه ایجاد بکنه، مشکلات مثلا ریسکی دیگه ای رو ایجاد بکنه، ما تو همون مرحله دیزاین بهشون اینو گوشزد میکنیم ببینیم که مثلا اگر بتونن چه میدونم 10 مترین اون آیتم خاصی رو مثلا چه میدونم یه دونه الکتریکال رومه، اگر بتونن 10 متر جابجاش بکنن شاید اون اثر منفی که داره خیلی کمتر بشه. ما با اینا صحبت میکنیم ببینیم آیا امکانش هست که 10 متر جابجا بشه. مثلا اگر یه ساید واک داره طراحی میشه، اگر مثلا اینا اگر 3 متر بزنن اوکیه، اما اگر بیاد رو 6 متر میره توی وتلند و ما میریم درگیر میشیم با اون تورنتو کانزرویشن اتوریتی مثلا، ما اونجا بهشون یعنی تو اون مرحله انوایرمنتال منیجمنت خیلی نقش کلیدی داره، چون اینا خب نمیدونن که مشکلات یعنی یه بخشی که دارن دیزاین میکنن مشکلاتی که بعدن براشون پیش میاد ممکنه به چه صورتی باشه. و بحث دیگه ای که ما داریم توی مرحله دیزاین معمولا اون برنامه دیتیلی که بهتون گفتم برای مدیریت محیط زیست اثرات منفی اینجا تهیه میشه، EMP اینجا تهیه میشه، شاید شنیده باشین. و یه EMP مثل یک چتر بزرگی است که تیکه تیکه برای هر بخشی از محیط زیست میاد برنامه مدیریتی میده، برای آلودگی هوا، برای فرسایش و رسوب، برای نویز اند وایبریشن، برای هر کدوم اینا میاد یه انوایرمنتال پروتکشن پلان میده که فقط دیتیل فوکس میکنه رو اون بحث خاص. اینا همه توی مرحله دیزاین تهیه میشن. و یه بخشی هم که ما خیلی کمک خیلی بزرگی برای این بحث انوایرمنتال منیجمنت یه کمک بزرگی میتونه باشه اینه که رو بحث انوایرمنتال پرمیت اند اپرووالایی که پروژه لازم داره ما مشاوره میدیم به کانترکتورها یا بالاخره اون پارتنرهایی که تو پروژه هستن که در جریان باشن. شما وقتی دارن پروژه رو اسکیجول میکنن شما نمیتونی مثلا این بخش رو 3 ماه دیگه ببری تو بخش کانستراکشن، برای اینکه پرمیتی که میخوای براش بگیری ریویو تایم 6 ماهه. بنابراین وقتی شما داری اسکیجولش میکنی باید ریالستیک باشه اون اسکیجولت، باید 6 ماه دیگه برای این در نظر بگیری. اینا رو تمام این رابطه تنگ با تنگ با دیزاین تیم وجود داره بین انوایرمنتال منیجمنت تیم و دیزاین تیم. همونجور که بهتون گفتم حالا اینجا دیتیل تر من توضیح دادم، توی هر انوایرمنتال منیجمنت پلانی ما هر کدوم از این پلنا رو داریم. بعضی وقتا بسته به پروژه است، بعضی از پروژه خیلی بزرگترن، ما میایم یه پروژه‌ای که مثلا کوچیک‌ترن مثلا یه استیشنه، ما یه دونه انوایرمنتال منیجمنت می‌ذاریم و هر کدوم از اینا میشن یه سکشن انوایرمنتال منیجمنت پلان. منتها بعضی از پروژه هستن که مگا پروژکتن، مثلا مثل اگلینتون LRT پروژکت، اون دیگه نمیتونیم توی یه EMP کلی و های لول می‌نویسیم. بعد میایم هر کدوم از اینا یه پلن جدا میشن که میرن ریویو میشن، تصویب میشن و میرن که برای مرحله کامپلاینس باید پروژه بر اساس اینا اجرا بشه. توی اسلاید بعدی من یه سری توی این اسلاید یه سری پرمیت های مهمی رو که ما البته خیلی خیلی شاید صدها پرمیت رو ما لازم داشته باشیم، پرمیت ها و اپرووال های مختلفی که ما از سازمان های مختلف باید بگیریم، من بعضی هاشو فقط اینجا آوردم، مثل لند یوز پرمیت، پلانینگ پرمیشن ها، انوایرمنتال کمپلاینس اپرووال ها، شاید شنیده باشین. هر گونه دیسچارجی که ما به هوا داشته باشیم یا به آب داشته باشیم
یا بحث waste management داشته باشیم، ما باید از Ministry of Environment ما environmental compliance approval براش بگیریم که یه پروسه خودش خیلی پیچیده‌ای هست. دیزاین تیم درگیر میشن، خود کانترکتورها درگیر میشن، تیم انوایرمنت درگیر میشه، هم واتر اینتیک ها هستن که همون پروژه‌ای هستن که میگن پرمیت تو تیک واتر، نمیدونم شنیده باشین، برای هر جا که ما هیچ بخوایم پامپینگی بیشتر از 400,000 لیتر در روز انجام بدیم باید این پرمیت ها رو براش بگیریم. و هر وقت که ما بخوایم بهش میگن که مواد خطرناک، بهش میگن hazardous material، بعضی از contaminated soil های ما اینقدر درجه contamination توشون بالاست که حالت خطرناک دارن برای سلامت انسان، اینا منیج کردنشون خودش داستان جدایی داره و اپرووال برای حمل و نقلش هم حتی ما باید اپرووال بگیریم. و مرحله بعدی که environmental management وارد میشه مرحله construction هست که شاید هیجان انگیزترین بخش کار اینجا باشه که به هر حال ما به صورت اکتیو کارشناسایی که بحث انوایرمنتال منیجمنت رو انجام میدن وارد صحنه میشن و کارهایی که توی پلنایی که توی مرحله دیزاین دیولپ کردن اینجا اجرا میکنن. یکی این که برای اون کانترکتوری که دارن براش کار میکنن environmental training plan مینویسن. بعضی از کانترکتورها خودشون سیفتی تیمشون این سشنای ترینینگ و اینا رو انجام میدن، بعضی هاشون نه، بعضی هاشون همین تیم انوایرمنت یا انوایرمنتال منیجر میره و پرسونلی که میخوان وارد سایت بشن و روی اون پروژه کار بکنن رو ترین میده که اینا در جریان باشن پروژه. حالا من در یه اسلاید کامل مربوط به این گذاشتم که توضیح میدم. برنامه های مانیتورینگ و انوایرمنتال منیجمنت تیم دنبال میکنه، اینسپکشن هایی که انجام میشه بازم من توضیح میدم، مانتلی ریپورت ها هست برای هر پروژه ما، ماهانه باید گزارش بدیم به کلاینت که وضعیت محیط زیست به چه صورتی، چند بار اینسپکشن انجام شده، چه پرمیت هایی گرفتیم، چه ریسکایی داشتیم، چند بار اسپیل داشتیم، همه اینا تو گزارشات ماهانه میاد. یه انوایرمنتال ورکینگ گروپ هایی هستن که جلسات خیلی بزرگی هستن با حضور همه اون طرف های درگیر در پروژه انجام میشن و انوایرمنتال تیم میاد و پرزنت میکنه به صورت ماهانه عمل کرده محیط زیستی پروژه رو و تصمیم های خیلی مهمی تو اون جلسات گرفته میشه. و اینکه نهایتاً ما آدیت های سالیانه رو داریم که آدیتورا میان و پروژه رو آدیت میکنن. توی این سشن ها انوایرمنتال منیجمنت نقش خیلی کلیدی داره، چون آدیت بر اساس اون ریکوایرمنت های همون قوانین و چیزهای تعهداتی که ما تو پلن ها منیجمنت پلن هامون دادیم انجام میشه. در رابطه با برنامه‌های آموزشی که ما برای هر پروژه تعریف می‌کنیم، معمولاً به این صورته که ما میایم یا اون انوایرمنتال منیجمنت تیم میاد یه برنامه آموزشی تدوین می‌کنه، یه حالت پاورپوینت داره در کنار بحث سیفتی و ایمنی، این بخش هم پرزنت میشه. هر پرسنل جدیدی که بخواد وارد سایت بشه باید توی این سشن ها شرکت بکنه، پروجکت منیجمنت تیم باید این آموزش ها رو ببینن. توی این سشن ها معمولا اینجوریه که میان پروژه رو توضیح میدن، خب حالا این پروژه این اکتیویتی هاشه، این مشکلات محیط زیستیشه، این ریسک هاییه که داریم، اگر اسپیل شو شما چی کار میکنین، اگر نمیدونم یه دونه مثلا لونه پرنده دیدین تو سایت چطور برخورد میکنه، اینجا یه بیگ دیله میدونی، مثلا این وسط کانستراکشن اگه یه دونه پرنده بیاد یه لونه درست کنه یه تخم بذاره، پروژه ممکنه چه میدونم یه ماه عقب بیفته بخاطر اینکه نمیتونن دست بهش بزنن، باید صبر بکنن تا اون تخم جوجه از تخم در میاره خودشون برن. حالا به هر حال اینا همش توضیح داده میشه و اینکه به هر حال چه خطراتی از لحاظ کانتامینیشن هست، مثلا چه پی پی ای باید استفاده بکنن و همه اینا تو اون سشن ها توضیح داده میشه. به عنوان انوایرمنتال منیجمنت تیما ما رولای مختلف تعریف میکنیم که هر کدوم اینا شاید برای کسایی که تو زمینه محیط زیست تو ایران کار کردن و وارد با
وارد کانادا شدن شاید یه موقعیت بالقوه کاری باشه. ما توی سطح‌های بالای مدیریتی انوایرمنتال دایرکتورار داریم که بالاخره بالای 10-15 سال سابقه دارن، بالای 15 سال معمولا سابقه دارن و یه مدیریت بخش کلان کار رو انجام میدن. انوایرمنتال منیجرار رو داریم که خب فعالیت‌های روزانه رو منیج میکنن، به هر حال ریپورت‌ها رو ریویو میکنن و کارهای بیشتر هم فیلد انجام میدن هم کارهای آفیس انجام میدن. انوایرمنتال کامپلاینس آفیسر رو داریم که بحثای این پرمیت ها و اپرووال هایی که لازم هست، آدیت هایی که باید انجام بشه، اینا توش اون جلسات میرن کمک میکنن، ریویو میکنن. تو هر پروژه معمولا پروژه های کلان مخصوصا کامپلاینس آفیسر های خودشون رو دارن. انوایرمنتال اینسپکتور یه کار خیلی خیلی خوبی هست که الان خیلی آن دیمنده برای کسایی که وارد بازار کانادا میشن، بازار محیط زیست کانادا میشن و میتونن قشنگ وارد این بازار بشن و به عنوان انوایرمنتال اینسپکتور رو پروژه برن کار بکنن. انوایرمنتال کوردینیتور ها هستن که بخشای مختلف رو کوردینیت میکنن. اینا پوزیشن های مختلفیه که من بر اساس تجربه خودم تو مارکت و کسایی که باشون کار میکنم دیدم که و جا پستینگ هایی که وجود داره معمولا توی اینا میاد. و انوایرمنتال آدیتور که این انوایرمنتال آدیتورا بالاخره داستانشون فرق میکنه. اینا باید، من خودم الان اینترنال آدیتور هستم، سرتیفاید آدیتور هستم، بعد دوره های مخصوصی رو اینجا بگذرونن، سرتیفاید بشن و بتونن آدیت، انوایرمنتال آدیت انجام بدن. من حالا به عنوان نمونه فقط یکی از این پوزیشن ها رو اینجا گذاشتم که حالا در موردش صحبت کنم. هر کدوم اینا یک جاب دیوتی های خاص خودشون رو دارن که حالا میشه سرچ کرد، ولی من به عنوان نمونه یکیش رو گذاشتم. اینسپکتور ها معمولا برنامه شون به این صورت هست که به صورت مرتب میرن سایت، حالا بستگی داره، بعضی از پروژه ها باید هر روز برن سایت، بعضی پروژه ها دو بار در هفته، بسته به پروژهش داره و بسته به ریکوایرمنت هایی که دارن. اینا میرن سر سایت، بالاخره سامپلینگ انجام میدن، نمونه برداری میکنن، آیتم های مختلف، سری چک لیست دارن که بر اساس اون تیکه به تیکه چک میکنن. بعدش میان چک میکنن که مثلا آیا این کل این کلیت این کاری که امروز داره انجام میشه داره مثلا برای بخش اسپیلش، آیا اون سیستمی که اجرا کردن بر اساس انوایرمنتال پروتکشن اکت هست یا نه. این یه چیزی که انوایرمنتال اینسپکتور باید بر اساس اون چک لیست هایی که داره تصمیم بگیره، اگر تخلفی میبینه گزارش بده. و اینکه اون چک لیستی که داره میاد و عمل کرد و بر اساس منیجمنت پلان، همه منیجمنت پلان ها رو باید بدونه. این ویست منیجمنت پلان، همه اینایی که توی مرحله دیزاین ما دیولوب کردیم، این باید یه شناخت خیلی خوبی ازشون داشته باشه و دونه دونه سایت که میره بر اساس عمل کرده اون کانترکتور رو بر اساس اونا بسنجه، ببینه که کجاها ایراد وجود داره و اینا رو با انوایرمنتال منیجر و انوایرمنتال کامپلاینس آفیسر بعداً هماهنگ بکنه. و همینطور پرمیت هایی که دارن، مثلا اگر پرمیت تو تیک واتر دارن، اینا کاندیشن خاصی داره، شما پامپینگتون بر اساس اون کاندیشن باید انجام بشه. اگر نه، اگر مثلا انوایرمنتال آفیسر وزارت محیط زیست بیاد سرزده، معمولا میان بازدید میکنن، ممکنه که شما یه فاین چند صد هزار دلاری برای یه کار خیلی کوچیک بگیرید. و توی این اسلاید من لیست کردم که چه کسایی میتونن بیان توی این فیلد کار بکنن. این سوالیه که خیلی از من میپرسن، ما چطور میتونیم بیایم توی این فیلد؟ هر کسی که هر مدرکی مرتبط با مهندسی محیط زیست یا انوایرمنتال ساینس داشته باشه میتونه بیاد توی این زمینه کار بکنه، مخصوصا کسایی که انوایرمنتال انجینیر هستن و توی بحث انوایرمنتال سایت اسسمنت ها و کانتامینیشن ها کار کردن. خیلی اینا موقعیت های خیلی خیلی خوبی دارن توی این مارکت. انوایرمنتال پلنر ها بازار کار خیلی خوبی دارن، موقعیت های خیلی زیادی براشون هست، مخصوصا اونایی که توی ایران یا اینجا یا هر کجا به حال به هر نحوی توی پروژه های کانستراکشن دخیل بودن و یه شناختی از پروژه های کانستراکشن دارن. و
و در نهایت هم انوایرمنتال ساینتیست ها که به هر حال میتونن تو این زمینه کار بکنن. و در نهایت آخرین اسلاید من در رابطه با این هست که خب اگر ما بخوایم تو این زمینه کار بکنیم چیا لازم داریم؟ شما لازم دارین که مدرکتون همونجوری که گفتم مرتبط با محیط زیست باشه. یک چیزی که خیلی میتونه به شما کمک بکنه، اگر تجربه کانستراکشن دارید، اگر دارید، چون این یکی از باید هاشه، این که شما میتونید دزیگنیشن سایسک خودتون رو اینجا بگیرین، Canadian Inspector of Sediment and Erosion Control، که من خودم الان Canadian سایسک هستم، این دزیگنیشن رو گرفتم. این میاد در رابطه با فرسایش و رسوب به شما مثلا یه دزیگنیشن میده و شما سرتیفاید میشید و این خیلی 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 الان آن دیمند هست تو کانادا. کسایی که مخصوصا میخوان انوایرمنتال اینسپکتور بشن، این تقریبا جزء یکی از اون ریکوایرمنت های هر کدوم از جا پوستینگ ها که برین معمولا الان دیگه اینو توش میبینین. ولی خب 2 سال سابقه کار سایت میخواد، یعنی شما باید کار فیلد کرده باشین. و اینکه یه چیز کلیدی که وجود داره برای این هر پوزیشن مرتبط با انوایرمنتال منیجمنت اینه که شما باید با ISO 14001 آشنا باشین، با ورژن 2015 که آخرین ورژن هست باید آشنا باشین. دوره های خیلی زیادی در مورد این تو کالج ها توی NGO های مختلف برگزار میشه که میتونن هر کس که علاقمند باشه بره این سرتیفیکیتش رو بگیره و بعداً به عنوان یه پوان مثبت براش محسوب میشه. و اینکه هر کورس، هر مطالعه‌ای در رابطه با environmental laws and regulation، این بخش کلیدی کار شما، باید قوانین اینجا رو بشناسین که بتونین تو این زمینه کار بکنین. و همین، من خوشحال میشم اگر سوالی داره، امیدوارم که تونست